سلام و وقت بخیر به مجموعه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از شمشاد نیوز خوش آمدید. امروز یک شنبه 23 اسد سال 1401 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 14 اگست سال 2022 میلادی. در نخست سرخط اخبار، سال گذشته از لحاظ امنیتی سال بهتری بود، اما ارقام 6 ماهه یوناما از کشته و زخمی شدن 700 تن خبر می دهد. با گذشت یک سال زنان هنوز هم در حاشیه قرار دارند. حکومت یک سال امارت برای زنان یک دوره سیاه خوانده شد و استخراج بی سابقه مادن و ذخایر در یک سال گذشته از سوی امارت. اما با گذشت هر روز مردم از مشکلات اقتصادی شکایت دارند. و این هم مشروع اخبار، من نیلوفر سروری هستم. یک سال از لحاظ امنیتی زیر حاکمیت امارت اسلامی بهتر گذشت. به طور اوسط روزانه در حدود 300 تن در درگیری رو در رو میان نیروهای نظام پیشین و طالبان در زمان جمهوریت کشته می شدند. اما در حد مردمی زیر حاکمیت طالبان هم برخی ها کشته و زخم برداشتند. ارقام 6 ماهه یوناما نشان می دهد که بیش از 700 تن کشته و زخمی شدند. اما آغاز ماه اگست مملو از تلفات بیشتر بوده است. پس از دو دهه جنگ شدید با حضور ده ها هزار سرباز حکومت پیشین و هزاران سرباز ناتو در افغانستان، طالبان در سال گذشته در ظرف 11 روز تمام ولایت های کشور را یکی پی دیگر سقوط دادند. طالبان به تاریخ 15 اگست سال قبل زمان به کابل داخل شدند که نیروهای مسلح اشرف غنی رئیس جمهور پیشین تمام اسلحه خود را در برابر طالبان به زمین گذاشته بودند. قبل از ورود طالبان به کابل، مسئولیت امنیتی پایتخت به بسم الله محمدی وزیر دفاع و سمیع سادات سپرده شده بود، اما آنها نیز از قبل برای فرار از کشور به میدان هوایی کابل رسیده بودند. چ مقاومت وکړو، بیا راغلل که دا اوسي په کابل باندې انفجاری عملات راځي. به تاریخ 15 اگست همزمان با ورود طالبان به کابل هیچ مقاومت مسلحانه صورت نگرفت. تنها مکان امن میدان هوایی کابل بود که امنیت آن را نیز نیروهای آمریکایی تأمین کرده بود. امارت اسلامی پس از تصرف کابل در تمام کشور از اختتام جنگ اعلان داد. اسلامی امارت له هیچ اثر دخمنی نلری سر لنن د ټول اړخونو جهاتونو سره دخمنی پای تر رسیدلې ده. موږ نه غواړو په دخمنی کې ژوند وکړو. روند جنجالی و پیچیده خروج سربازان خارجی و همکاران افغان آنان از افغانستان دوام داشت که با وقوع یک انفجار تمام مردم را سراسیمه کرد. انفجاری که برای طالبان هشدار چراغ سرخ بود. وضعیت امنیتی تحت حاکمیت امارت اسلامی. در انفجار تاریخ 26 اگست سال قبل که از سوی گروه داعش بر میدان هوایی کابل صورت گرفت، در آن 170 افغان و 13 تن سرباز آمریکایی کشته شدند. به تاریخ 29 مای اگست در نتیجه حمله هوایی در کابل به شمول 7 کودک 10 تن کشته شدند. پنج شیر به تاریخ 24 می به دست طالبان افتید که برای هر دو طرف تلفات وارد نموده بود. در انفجار تاریخ 16 اکتبر بر نمازگزاران در یک مسجد کندهار 47 تن کشته و 60 تن دیگر زخم برداشتند. به تاریخ 2 نوامبر بالای شفاخانه سردار محمد داوود خان در کابل انفجار صورت گرفت که در آن 5 حمله کننده کشته شدند. در نتیجه انفجار بر نمازگزاران به تاریخ 17 جون در کندز 33 تن کشته و 43 تن دیگر زخم برداشتند.
کشتند. در حمله بر مسجد سه دوکان در بلخ به تاریخ 21 اپریل 12 کشته و 58 تن دیگر زخم برداشتند. به تاریخ 19 جون در حمله بر عبادتگاه سکه ها در کابل یک سکه و یک پلیس کشته و 7 تن دیگر زخم برداشتند. به تاریخ 19 اپریل در حمله بر لیسه شهید عبدالرحیم 27 تن کشته و زخم برداشتند. به تاریخ 29 اپریل در نتیجه حمله بر مسجد خلیفه صاحب 40 تن کشته شدند. در درگیری میان طالبان و نیروهای نظام پیشین روزانه در حدود 300 تن کشته می شدند، اما با آمدن طالبان گراف تلفات کم شده است. افغانها با اختتام جنگ امیدوار بودند، حملات داعش آنان را دوباره ناامید کردند. ملل متحد این کشته را وابسته به داعش، جبهه مقاومت و طالبان دانست که در آن شکنجه و کشتار هدفمند نیز شامل است. From mid-August of last year to mid-June 2022, پس از نیمه ماه اگست سال قبل تا نیمه ماه جون 2022 میلادی، یوناما کشته و زخم برداشتن 2106 تن را ثبت نموده است. از این جمله 700 تن کشته شدند، 1406 تن دیگر زخم برداشتند که بیشتر آنان در نتیجه حملات گروه خودخوانده عراق و شام که منصوب به نمایندگی خراسان از هدف قرار گرفتند. سازمان عفو بین الملل که طالبان را به نقض حقوق بشر متهم کرده، حاکمیت یک ساله امارت را برای افغانها مخرب دانسته است. حضور یک ساله طالبان برای افغانستان و مردم افغانستان ویران کننده بود. از هر جهتی که ما بخوایم ببینیم، در یک سال برای طالبان به ارزش 80 میلیارد دلار وسایل نقلیه، مهمات جنگی و طیاره ها باقی مانده است. امارت اسلامی میگوید که در یک سال قدرتمندی های فردی را به صفر رسانده و امنیت سرتاسری را تأمین کرده است. ایام اخیر یک سالگی امارت اما نهایت دردآور و مرگبار بود. اما این یک سال از لحاظ امنیتی چگونه گذشت؟ که تاسی گوره طالبانو در اول ورز راتق ندی و سر مقاومت شروع شده. هم سیاسی مقاومت موجود ده، هم نظامی مقاومت موجود ده. نو دا حالت که تاسی دقیق یو افته که په کابل کې وګوري چې څه وشول، نو زه فکر کوم چې دغه حالت بد خواته ځي. در یک سال گذشته بالای مساجد، تکیه خانه ها و عبادتگاه ها حملات مرگبار صورت گرفت. در کشتارهای حلفی نیز بسیاری از علمای دینی حلف قرار گرفتند که در واپسین آن دو عالم دین شیخ سردار ولی ثاقب و شیخ رحیم الله حقانی شامل بودند. حکومت امارت اسلامی یک ساله گردید. فعالان حقوق زن میگویند دوره یاد شده یک ساله برای زنان یک دوره سیاه بود. آنان میگویند در جریان یک سال تمامی حقوق بشری و انسانی آنها سلب گردید. دختران از آموزش، زنان از کار و سایر حقوق بشری بی‌نصیب گردیدند. از سوی دیگر سازمان ملل بارها در رابطه به حقوق زنان ابراز نگرانی نموده و از امارت خواسته که حقوق زنان باید به آنان داده شود. اما با گذشت یک سال هنوز هم زنان در حاشیه قرار دارند. از حاکمیت امارت اسلامی یک سال سپری گردید، اما مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم بازگشایی نشده است. در تمامی اداره های دولتی زنان اجازه کار ندارند، شماری از زنان از وظایف برکنار گردیده و با سرنوشت نامعلوم روبرو هستند. هم دارنگا من گوینو چی درن پا افغانستان که مختلف تروریستی گروپونه فعالیت لری. ده خوزو ایستل ده دولتی چوکارت نچی تاسو نیمه بدن ده یو طولنیم فالچ که او ده غیتر چنگ ده خوزو اصلی اسلامی او انسانی حقوقو پر سر باندې په خیخودل په شمول د تعلیم او معرفت نه خزل لري کول زه فکر کوم دا ستره تاریخي جواب چې جفا و چې یو ځل بیا د طالبانو لخوا د افغان میرمنو سره وشوله. همدارنګه زه فکر کوم کومه عقدایي کارونه چې د ښځو سره وشوله، د ښځو چارو وزارت وسپارل شوه، د امر بالمعروف ده. همدارنګه موږ وینو چې ښځې بغیر له کوم جرم نه زندان کیږي، شکنجه کیږي او هیڅوک هم نشته چې پوښتنه پرې وکړي. سربیره پر دې چې افغان میرمنې خپل اساسي ځای سیاست کې له لاسه ورکړه، په ټولنیز چارو کې هم متاسفانه د طالبانو کړنې په دننه په کور کې هم تاوتریخوالی ډېره کړله. سربیره پر دې چې طالبان افغان نارینهو ته مسؤلیت وسپاره چې تاسو به خپل ښځې باندې نه پرېږدئ، او که چیرته ښځه کومه کار کوي، تخطي کوي، تاسو به د هغې په ځای باندې جزا او محکمه کیږئ. زه فکر کوم دا هم دنه په کور کې بله لانجه یې جوړه کړله.
تر ټولو بد او مهم همدا دی چې حتی په ځینې ادارو کې ښځو ته وویل شو چې ستاسو په ځای ستاسو نارینه راشي کار وکړي، بغیر له دې نه چې هغه توان او ظرفیت د ښځو او د نارینه په مابین کې او یا هم تجربه د کار وڅېړل شي. د دې تر څنګ هغه ښځې او هغه میندې مخصوصا چې هغوی خپل د کور سرپرستی یې. شکریا بارکزی دوره یک ساله امارت اسلامی را برای زنان یک دوره سخت خوانده میگوید. زنان حقوق و دستاوردهایی را که در 20 سال گذشته به دست آورده بودند از آنان گرفته شد. بعد از حضور و حاکمیت گروه طالب وضعیت زندگی زنان افغانستان کلن یک سیر عقب‌گرد داشته. زنان از ساختار سیاسی و اجتماعی حذف بودند. هیچ نوع نقش سیاسی و اجتماعی از آدرس گروه طالب به زنان داده نشده و آینده زنان یک آینده نامشخص ناروشن است. وضعیت زنان و بشری در افغانستان جهانیان را نیز نگران ساخته است. فعالان حقوق زن میگویند با آمدن امارت اسلامی زنان در زندگی علمی و اجتماعی خود عقب گرد داشتند و از تمامی حقوق بی نصیب گردیدند. روی کار آمدن حکومت جدید در افغانستان ما شاهد یک سلسله تحولات در ابعاد مختلف بودیم، از جمله بسماندن درب مکاتب برای دختران، گرفتن حق تحصیل از بانوان و شریک نساختن بانوان در مشارکت های سیاسی. فیصله مزدودسازی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم خلاف تعهدات شمرده می شود که در بخش آموزش دختران طالبان با جهانیان کرده اند. فعالان حقوق زن می گویند که آنان از امارت اسلامی توقعی هیچ چیزی را ندارند، بخاطر که آنان تمام حقوق دختران را گرفتند و انتظار ندارند تا امارت اسلامی برای زنان حقوق آنان را بدهد. از سوی طالبان تا کنون زنان و دختران افغان به حاشیه رانده شدند، از فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی از ابتدایترین حقشان که حق آموزش و پرورش است محروم شدند. اگر به ساختار حکومت طالبان ما نظر بیندازیم، در ساختار حکومت طالبان هیچ زنی دیده نمیشه و طالبان حتی نام وزارتخانه یک که به نام زنان بود از لیست خود حذف کردند. این خود بیانگر یکی است که طالبان به زن و حضور زن ارزش قائل نیست. امارت اسلامی اما سال گذشته را مملو از دستاورد و پیشرفت برای زنان افغانیت می کند. بلال کریمی می گوید برای تمامی زنان حقوق آنان داده شده، مانند حق میراث و در جامعه با عنوان انسان سالم موجود بوده است. اسلامی امارت طول حق اقدامات یا حق ادارات فعال ساتلی دی سی ارتیا ورتلی دی کیش او در شدو یا در طول اقشار و حقوق بکی تامینیش. ولی احیانا ځینې ادارات فعالیت نه لري د دې لپاره چې بودیجوي تراکم رامنځته نه سي او یا هم اوس لپاره اړتیا نه وي ورته فعالیت یې ولاړ وي. که کله اړتیا پیدا شي هغه بیا ځینې ادارات کار نه کوي، بیا هم احیا کېدلی شي، ځکه اکثره ادارات د مقطعي مواردو لپاره یې کار کوي. سازمان ملل یک بار در مورد حقوق بشری و وضعیت زنان گزارش خود را منتشر کرده و بر امارت اسلامی انتقاد شده است که هنوز هم به حقوق بشری احترام قائل نیست. شورای امنیت سازمان ملل نگرانی ابراز نموده که طالبان بر تعهدات خود عمل نکرده و هنوز هم حقوق بشری نقض می‌گردد. با وجود فشارها و محدودیت‌های امارت اسلامی سال گذشته را سال مملو از دستاورد می‌خواند. افغانستان یک کشور مصرفی و متکی به کمک‌های کشورهای بیرونی بوده که سال گذشته را با فقر سپری نمود. از سوی دیگر آمریکا میلیاردها دلار ذخایر افغانستان را منجمد ساخته که روی سیستم بانکی تأثیرات زیادی گذاشته و با این کار تجاران نیز با مشکلات زیاد مواجه بودند. امارت اسلامی در حاکمیت یک سالش بسیاری از معادن و ذخایر را به گونه بی سابقه استخراج و هنوز همین پروسه جریان دارد. همکار ما سمیع الله هلال به وضعیت اقتصادی یک سال گذشته نظر انداخته است. وضعیت اقتصادی افغانستان پس از تاریخ 15 اگست سال 2021 میلادی، سقوط نظام 20 ساله جمهوریت و یک سال تحت حاکمیت دوباره امارت اسلامی. هرچند در دو دهه افغانستان یک کشور مصرفی و متکی به کمک‌های کشورهای بیرونی شمرده می‌شود، اما سقوط نظام جمهوری و بعد از حاکمیت دوباره امارت اسلامی حالت اقتصادی آن ضعیف شده است. از تاریخ 15 اگست سال 2021 میلادی که یک سال سپری شد،
نیروهای امارت اسلامی حاکمیت تمام کشور را به عهده گرفت. اداره های امدادرسان و بیشتر تجاران از افغانستان برآمدند که با این امر وضعیت اقتصادی بیشتر مردم ضعیف گردید. رشوه و فساد گسترده در سالهای گذشته در ادارات تجاران را با مشکلات زیاد روبرو ساخته بودند، اما میگویند که تحت حاکمیت امارت اسلامی در یک سال گذشته فساد کاهش یافته است. افغانستان دیو کاذب اقتصاد څخه د رښتینی اقتصاد مخ ته روان دی، او اسلامي امارت څه وخت رالی په هغه وخت کې تاسو ولیدل چې د افغانستان ټول سیسټمونه فلج و. اوس موږ د ټول دنیا سره روابط منظم دي، په صادراتو کې زیات راغلی دي، د بانکو ستونزې ورځ تر بلې د حل کېدو په لحاظ کې د پروش کال راهیسې په دغه کال کې د افغانستان صادرات ټولې دنیا ته ځي، واردات د ټولو دنیا څخه لرو. یعنی ولې څه نه څه په مجموع په سیمه کې د کاروبار لږ څه مشکلات شته. صنعت و تجارت نیز در گذشته به دلیل کمبود برق و نبود مکان مناسب با مشکلات مواجه بود که در سال گذشته نیز به این بخش توجه صورت نگرفته است. د افغانستان صنعت به لا هم وده وکړي، په یو ښه حکومتوالي سره، د فساد له منځه وړلو سره، شفافیت رامنځته کېدو سره، او د سرتاسري امنیت د ټینګېدو سره، نو هیله مند یو چې د افغانستان صنعت بیرته خپل د پرمختګ مسیر خواته لاړ شي. او شته ستونزې چې د برق نشتون، د متاسفانه کافي انرژي د برق نه لرو، ځمکې ته لاسرسی نشته، او همدارنګه د حمایوي تعریفو نشتون، دغه ټول هغه ستونزې دي چې که د ده په حل کېدو سره او همدارنګه د افغانستان د داخلي تولیداتو توکو دپاره د بازار موندنې بحث، دا ټول که دا ستونزې حل شي، انشاءالله مطمئن یو چې په منځمهاله کې به افغانستان صنعت په برخه کې ډېر لوی پرمختګ وکړي. افغانستان که دارای ذخایر و معادن زیاد می باشد، فساد در دو دهه در استخراج غیر قانونی و بخش کندن معادن وجود داشت. سال گذشته تحت حاکمیت امارت اسلامی در این زمینه توجه صورت گرفته که با این امر میلیاردها افغانی عواید از این طریق جمع‌آوری شده است. 14 میلیارد 301 اتیا، 13 میلیارد 381 میلون، 3 میلیارد 381 میلون افغانی ما که آماده ایم به خزانه دولت، به خزانه مردم افغانستان ما جمع کرده ایم. همزمان با حاکمیت امارت اسلامی 9 میلیارد دلار دارایی های افغانستان از سوی آمریکا منجمد گردید که با گذشت زمان دولت آمریکا فیصله نمود که از میان دارایی های افغانستان مبلغ 3.5 میلیارد دلار را برای قربانیان حادثه 11 سپتامبر سال 2001 اختصاص داد، که این کار در داخل و خارج واکنش های زیادی را به همراه شد. در سکتور بانکی چالش های زیادی به وجود آمد. تجاران نمی توانستند که به آسانی پول را از داخل کشور به بیرون و از بیرون به داخل انتقال دهند، که این امر تجاران را سخت نگران ساخته بود. معاملات پولی را دشوار ساخت و گمان می رفت که نظام بانکی با سقوط مواجه می شود. اما امارت اسلامی می گوید که با وجود محدودیت ها نظام بانکی را از سقوط نجات داد و در سال گذشته در بخش اقتصادی دستاوردهای زیادی داشته است. لدی سر په څنګ کې بانکونه وژغورل سول، مدیریت سول، او هغه وړاندوینې سي کېدلې سي تیر کال چې په راتلونکي میاشتو کې یا په راتلونکي ژمي کې به میلیونونه خلک د طبیعي آفاتو یا د لوږې له امله تلف سي او لوی زیانونه به واوړي، او د افغانستان اقتصاد به له فروپاشي سره مخ سي. ولې دا اقتصاد مدیریت سو، ولې بیا هم اسلامي امارت وتوانید سي بې له دې څخه پر بهرنیو مرستو اتکا ولري، له خپلو داخلي عوایدو څخه یې بودیجه تکمیل کړه. در بخش سرحدات با کشورهای همسایه از قبل مشکلات وجود داشت، اما در یک سال گذشته چندین بار با کشور ایران، پاکستان و تاجیکستان در سرحد چالش ها به میان آمد که با آن چندین بار بنادر تجارتی مسدود گردید، که این کار نیز تجاران را با مشکلات زیادی روبرو ساخت. صادرات از غالسنگ افغانستان به کشور پاکستان گسترش یافت که در زمینه نرخ‌های آن واکنش به وجود آمد که چرا نسبت به قیمت‌های بازارهای جهانی این غالسنگ از افغانستان به پاکستان ارزان صادر می‌گردد. این انتقادها باعث شد تا نرخ فیتون غالسنگ به 200 دلار افزایش یابد. طی یک سال اخیر وزارت اقتصاد تلاش کرد تا پارادایمی ابر الگوی اقتصادی را بیشتر مورد توجه و دقت نظر قرار بده، تا اینکه سیاست‌های مقطعی، موقتی و تاکتیکی را مورد توجه قرار بده. وزارت اقتصاد میگوید که در سال گذشته کارهای مهمی را انجام داده است. بر اساس سروی نهادهای خارجی، تولیدات ناخالص در افغانستان در سال 2022 13.6 میلیارد دلار نشان داده می‌شود. آمار و ارقامی که بر اساس پیش‌بینی‌های
نهادهای مختلف سازمان ملل متحد از طریق رسانه ها نشر شده یا از طریق صفحات مجازی. تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال 2022 به 13.6 میلیارد اونا پیش بینی کردند. در 12 ماه گذشته برای آغاز و تکمیل برخی از پروژه های کوچک و بزرگ اقدامات ابتدایی صورت گرفته است. کابل میزبان یک کنفرانس بزرگ اقتصادی بود. کار عملی پروژه های بزرگ منطقوی مانند تاپی و کاسا 1000 آغاز گردید. ظرفیت بند برق کجکی در هلمند به 151 مگاوات افزایش یافت و کارهای ابتدایی روی بند برق های کوچک و بزرگ دیگر نیز آغاز شد. با وجود این همه نرخ مواد خوراکی و نفتی در سال گذشته افزایش بی سابقه یافت که اکنون نیز نفت و گاز در کشور به قیمت بالا به فروش می رسد که زندگی افغان های فقیر و بیکار را با مشکلات زیاد روبرو نموده است. از حاکمیت امارت اسلامی یک سال سپری شد، اما در سال گذشته جریان تعلیمی خصوصی و دولتی با چالش ها روبرو بود. ماها تأخیر پوهنتون های دولتی، وضعیت بد اقتصادی مکاتب و پوهنتون های خصوصی، تداوم مسدود ماندن مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران و برخی از مسائل دیگر که هنوز هم با چالش ها روبرو اند. حاکمیت امارت اسلامی بر افغانستان جریان تعلیمی را نیز متاثر ساخته است. آغاز دوباره پنتون‌های دولتی بر اساس حاکمیت و طرز عمل امارت اسلامی، نظارت و آغاز پنتون‌ها و مکاتب خصوصی، مزدود نمودن مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران، بحث و چالش بزرگی است که تا اکنون حل نگردیده است. جریان تعلیمی افغانستان که بعد از بحران کرونا دوباره به حالت عادی برگشته بود، بعد از سقوط حکومت جمهوریت مراکز تعلیمی دوباره به ماها مسدود ماند و تنها درب مکاتب و پوهنتون‌های خصوصی باز گردید. پوهنتونون وضعیت فعلا اقتصادی وضعیت ښه نه ده، لکه څنګه چې تاسو معلومه ده چې زمونږ د خصوصي پوهنتونونو د محصلینو فیس دوی له خپل جیب نه تمویلوي او ګڼ شمېر محصلین به وظیفه دی کار نداری. نو په دې لحاظ باندې نشي کولی اکثریت چې خپل تحصیلي مصارف دغه پرداخت وکړی شي. شش ماه بعد از حاکمیت امارت اسلامی، در 13 ماه هود، وزارت تحصیلات عالی از آغاز دوباره پنتون‌های دولتی گرم سیر سخن زد، اما با این تفاوت که اوقات درسی دختران و پسران جدا گردید. اما در مرکز در پنتون کابل تا حدی که روزهای درسی نیز جدا گردیدند. په گرم سیر و ولایتونو کې با در رجب المرجب اول نیټه چې د دلوی د 14 نیټې سره سمون خوري درسونه شروع کیږي. درې هفته به مسلسل تجدیدی درسونه دوام وکړي تر څو پاتې درسونه تکمیل شي. هرچند پنتون‌های دولتی از 13 مای هوت تا اکنون فعال می باشند، اما با تحول 15 اگست به شمول پنتون کابل، ده ها پنتون دولتی و غیر دولتی و بسیاری از استادان کشور را ترک کردند و شمار دیگر اجازه رفتن به وظیفه برایشان داده نشد، که این خلا محصلین را با مشکلات مواجه ساخت. ما دمی سمستر را که گذراندیم مشکلات زیاد بود، از قبیل کمبود مواد درسی، نبود استاد، استادای مسلکی، همی روزای جفت و داغ باعث شد که به وجه احسن درس خوانده نتانیم. همزمان با بحث آغاز پنتون ها، موضوع آغاز مکاتب نیز مطرح بود، بالخصوص مکاتب بالاتر از صنف ششم. وزارت معارف 7 ماه بعد در 2 ماه حمل سال تعلیمی جدید را آغاز نمود. بر اساس این فیصله وزارت، خبر آغاز تمامی مکاتب دولتی برای پسران و دختران داده شد. اما در جریان همین روزها فیصله امرسانی در مورد آغاز مکاتب بالاتر از صنف ششم در حالی صورت گرفت که دختران در مکاتب بودند و همزمان با این فیصله از مکاتب خارج شدند. پرون ورځ چې د حمل د میاشت دوهمه نیټه وه، د اسلامي امارت د مشرتابو له دفتر څخه د پوهنې وزارت ته په لاندې متن باندې یو هدایت راغی. ټولو هغو اناسیه مکاتبو او لیسو ته چې له شپږم صنف څخه پورته دي خبر ورکوو چې خپل درسونه تر امرسانی پورې معطل کړي، هر کله چې په دې اړه له شریعت او افغاني دود او کلتور سره سمه جامع طرحه جوړه او د اسلامي امارت د مشرتابو حکم وشو،
بیا بیادو خزینه مکاتب او لیسو ته رسما اطلاع ورکول شي. این تصمیم در داخل و خارج از کشور واکنش های را برانگیخت. بسیاری کشورها، نهادهای علمی و سازمانهای جهانی این فیصله را ناعادلانه خوانده و خواستند تا به زودی مکاتب بروی دختران بازگردد. در این مورد نشست ها و کنفرانس ها در این زمینه در داخل و خارج از کشور برگزار گردید و از امارت اسلامی خواسته شد تا درب مکاتب را بروی دختران متوسطه و لیسه بازگشایی نماید. در پیوند به مسدود ماندن مکاتب بروی دختران، برخی از مردم در مورد آینده افغانستان نگران هستند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین در یک گفتگو این کار را دست پاکستان خوانده و افزوده است که مسدود ماندن مکاتب افغانستان را بیشتر منزوی ساخته می تواند. بسته کردن مکاتب دختران حکم اسلامی نیست و این کار به تحریک کشور همسایه پاکستان صورت گرفته است. پاکستان افغانستان ضعیف، فقیر و بی‌دفاع را می‌خواهد که برای آنان هیچ گونه مشکل را ایجاد ننماید. بدون تعلیم دختران افغانستان یک کشور مرده محسوب می‌شود. دادای کال پوره شو درې سو او څو ورځې تیرې شوې. کال پوره شو او د زمنګ دروازې د خوانځو خلاص نشو. او زمنګ شاګردان یې زمنګ زکون کې په کورونو کې نه هیلې نست. نو دا د حکومت نه زمنګ غوښتنه ده چې ډیر زر در واکنش به مسدود ماندن مکاتب دخترانه با وجود محدودیت های دیگر بر امارت اسلامی، شورای امنیت سازمان ملل بر سرپرست وزارت تحصیلات عالی و معاون وزارت معارف محدودیت سفر به بیرون را نیز وضع کردند. هرچند در ارتباط به این موضوع به مردم دلیل قناعت بخش را نشده است، اما امارت اسلامی سال گذشته را یک سال مملو از دست آورد می داند. خاص مورید کې مورید کې ستا سو یادونه وکړه اسلامي امارت له لوري زخه د معرفت وزارت حکومت اعلامیه سمو د وړاندې سپارل شوی و چې هغه کې وضاحت ورکول شوی و په هغه باندې تر اوسه باید مرتضی اکتفا وکړو. تأخیر جریان تعلیمی و مسدود ماندن مکاتب بروی دختران برخی متعلمین را برای آینده نگران ساخته است و به گفته آنان بیشترشان دچار اختلالات ذهنی شدند. باید همین گپ که ما میزنیم عمل کنیم. وقتی که اگر عمل کرده نمیتونیم چرا وعده میدیم؟ باید بگوییم که نمیتونیم یا نمیخواییم که باز شود. هر روز ما چشم برای ازی هستیم که چی گپ میشه و چی وقت مکتب باز میشه. رحیم خواستم از حکومت فیلی یعنی حکومت امارات اسلامی بایسه یک معلم امین است که لطفاً دروازه های مکاتب را برای دختران بازگشایی نماید. با گذشت ماها وزارت معارف اکنون نیز با آن سخن تاکید دارد که گفته بود فیصله از صلاحیت آنان خارج است و منتظر تصمیم نهایی امیرالمومنین هستند. لوام تولگی نلوار دی انجونو دی مکاتب و پرانستل و صلاحیت دی اسلامی امارت دی مقام سرده لمشرتابه سرده دی پوهن وزارت پا دی برخه که صلاحیت نلری. از حاکمیت امارت اسلامی یک سال سپری می شود، اما این که در سال آینده درب مکاتب بروی دختران باز خواهد شد یا خیر از جمله پرسش ها و نگرانی های است که در این مورد به میلیون ها افغان پاسخ ایران نشده است. سرویس خبری ما در اینجا به پایان میرسد. سپاس از شما و همکارانم. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.